با درود به شما دانشجویان گرامی و ارجمند، نخستین نشست آموزشی از آموزه دوم شیوه مدیریت اصیل ایرانی رو با هم پی می‌گیریم. همچنان که آگاه هستیم، این آموزه در کل این دوره مدیریت اصیل ایرانی در سه بخش، سه تا آموزه جدا برنامه‌ریزی شد برای این دوره آموزشی که خب آموزه نخستش رو به پایان رسوندیم، حالا در آموزه دوم هستیم و این نشست نخستینش هست و همه این آموزش ها هم به یاری دانشگاه سپنتا داره صورت میگیره که این دوره رو در اختیار دانش پژوهان قرار میده و من هم که آروین آدریان هستم که اینجا همراهتون هستم که این پروژه رو با هم دیگه بتونیم پیش ببریم. امروز 22 مهر ماه 1976 برابر با 15 اکتبر 2017 ترسایی است. خب جستاری که توی این نشست میخوایم بررسی کنیم، یکی جستار شناخت هست و دومی جستار آماج یا هدف. نخست شناخت رو بررسی میکنیم. مقوله شناخت دوباره یکی از اون پایه‌های بسیار مهم هست در سیستم شیوه مدیریت ایرانی، راهبری ایرانی، و به این میپردازه که ما حتما چه پروژه‌ای رو میخوایم انجام بدیم، چه کاری رو میخوایم حالا توی زندگی شخصیمون مدیریتش رو انجام بدیم، به دست خودمون باشه، چه توی هر کاری که بناست ما نقشی به عنوان حالا راهبری یا مدیر یا کسی که میخواد یک کاری رو انجام بده داشته باشیم، باید یه شناخت خیلی کامل نسبت به آنچه باید انجام دهیم، نسبت به شرایط، نسبت به زمانی که هست، جایی که داریم یک کاری رو انجام میدیم پیدا بکنیم. اما اینجا لازم هست که بیایم بررسی بکنیم که شناخت توی این آموزه دوم که در واقع آموزش کار گروهی هست، شناخت چه یاری به ما میتونه بده. برای این جستار ما همچون پیشتر یکی یکی به بنمایه ها یا منابع ایرانی اشاره میکنیم، نمونه های رو از زندگی روزمره بهش میپردازیم و جستار رو به این شکل به صورت خیلی قابل لمستری پیش میبریم. اگه هر کاری رو توی هر پروژه چه کوچک چه بزرگ بخوایم انجام بدیم، یه شناخت خوب و کافی از اون نداشته باشیم، احتمال به نتیجه مطلوب رسیدن، نتیجه دلخواه رسیدن پایین میاد. چرا که با نداشتن یک شناخت ممکن هست که ما برخی از موانع رو نتونیم پیش بینی کنیم و ممکن هست که گاهی به سوی کشیده بشیم که اصلا ما رو از اون کاری که باید انجام بدیم دور بکنه. همچنین چون یک کار گروهی هست، شناخت ما از خب بعضی از خصوصیت‌های رفتاریمون به عنوان چند تا همکار سودمند هست و بسته به اینکه چه پروژه‌ای رو چه کاری رو می‌خوایم انجام بدیم، نیاز به شناخت از یکدیگر هم میتونه متفاوت باشه. برای نمونه من و شما آبراهام گرامی اگه بخوایم برای نمونه یه انجمنی رو دو نفره تشکیل بدیم که مثلا یه انجمن پارسیگویی باشه، یه انجمن پیرامون همین پروژه های مثلا فرهنگی باشه، اگه ما دوتا یه شناخت نسبتا خوبی نسبت به مرام یک دیگه، نسبت به اینکه طرز اندیشمون، طرز تفکرمون چگونه هست، ایدئالهامون درباره مسائل فرهنگی چی هست نداشته باشیم و بیایم خیلی شتابان یه کاری رو بیاغازیم، این نبود شناخت کافی باعث میشه که خب ما چند هفته زمان بذاریم مثلا یه کاری رو تا یه جاهایی پیش ببریم، بشینیم یه اساسنامه‌ای بخوایم تنظیم کنیم برای اون انجمنی که می‌خوایم راه اندازی کنیم،
بخوایم بریم منابع مالیمون تامین کنیم برای راه اندازی این انجمن. اما یه چند هفته پیش میبینیم بعد ناگهان مثلا شما آبرام به نتیجه میرسید که ای بابا این آروین اصلا با اون ایدئال هایی که من در اندیشم هست برای راه اندازی انجمن فرهنگی همخونی نداره، اصلا ما تو دو تا قطب متفاوتیم. خب حالا سخنی نیست که کی درست میگه کی غلط، اما به هر روی به خاطر نداشتن یه شناخت کافی ما در میان راه به دشواری خواهیم خورد. البته اینجا بسیار مهمه که این مقوله شناخت رو به خوبی بررسی بکنیم که سخن از هیچگاه سخن کنجکاوی های نابجا نیست. برای نمونه اگه همین مسئله راه اندازی یک انجمن رو پروژش رو ما بخوایم پیش ببریم، دلیلی نداره که مثلا من بخوام بیام کنجکاو بشم تو زندگی خصوصی شما، کارهایی که شوربختانه میبینیم آفتهای اجتماعی بزرگی رو در این دوران به بار آورده توی خانواده‌ها، توی مردمان، که یه سری کنجکاوی ها در واقع فضولی های که اصلا ارتباطی به کار نداره رو بهش میپردازن تو زندگی هم دیگه، توی کارهایی که اصلا به همدیگه به دو تن یا چند تن ربطی نداره و این نه تنها باعث دلخوری در دراز مدت ممکنه پیش بیاد، بلکه اصلا چیز غیر ضروری است و در خیلی از مواقع اصلا ناکارا و آسیب زننده است. این شناخت همچنان که گفتم باید بررسی بکنیم که در چه جسارهایی ما نیاز به این شناخت داریم. اگر راه اندازی انجمن بود، خب شناختمون به مرام و دیدگاه های دو تنمون مهمه. اگه که میخواد مثلا یک کسی میخواد با یه تیمی یک ساختمانی رو بسازن، خب اونا باید یک شناخت خوبی نسبت به اون مکانی که میخوان اون ساختمان رو بنا کنن داشته باشن و نسبت شناخت خیلی خوبی رو داشته باشن نسبت به اینکه چه چیزهایی لازم داره، چه تخصصهایی رو باید استخدام بکنن. بنابراین شناخت تنها به مقوله شناخت افراد از یکدیگر نیست، بلکه از کنج‌های گوناگون، زاویه‌های گوناگون باید جستار رو با کوشش بشه که به یه شناخت خوب بهش برسیم تا بتونیم یه کاری رو با سربلندی انجام بدیم. حتی تو زندگی شخصی هم همینجوری، یک فرض کنیم یک دانش آموز دبیرستانی است، شناخت خوبی نسبت به خودش، نسبت به دلخواهاش در زندگی نداره و بعد هنگامی که میخواد وارد دانشگاه بشه با برگزیدن رشته های دانشگاهی که با اون خلق و خوش همسویی نداره، با استعدادهاش همسویی نداره، خب باز ممکنه وارد اون رشته بشه یا کامیاب ازش بیرون نیاد یا کامیاب بیرون بیاد اما تا پایان عمرش از اون کاری که حرفه‌ای که آغاز کرده پیش برده اصلا خرسند و شادمان نباشه. بنابراین حالا پیرامون جستار شناخت ما یه نگاهی میکنیم به اهمیتش در بنمایه های ایرانی، اصیل ایرانی، که ببینیم اینکه ادعا شد شناخت جستار مهمی است در شیوه مدیریت ایرانی، اینها رو مدارکش رو در کجا میتونیم بیابیم، در کجا ادبیات یا جهانبینی ایرانی یا تاریخ ایرانی ردپای شناخت خوب رو ما داریم. براتون جستار رو میخونم از نسک صد در نسک و صد در بندهش. میگه که اگر کسی به گیتی نیک بر خیشتن نگاه کند، خیشتن را نیک بشناسد، ایزد تعالی بتواند شناخت و هرچه در هر دو جهان و عالم آفریده است و در خیشتن مختصری از آن بازیابد. و اندردین گوید که خیشتن شناس مردم ایزد شناس. به صورت خیلی کوتاه این رو داره میگه توی این بمایه یا منبعی که از نگاه اصیل ایرانی در اختیارمون هست، میگه که هر کسی باید به گیتی، به جهان مادی خوب بر خودش، به خودش رو نگاه کنه، خودش رو خوب به خوبی بشناسه تا بتونه پروردگار رو بشناسه. و هنگامی که خوب خودمون رو بشناسیم، خوب ژرف بشیم در خودمون، میتونیم از بسیاری از چیزهایی که در گیتی میبینیم نمونه هایش رو هم در خودمون ببینیم.
باز اینجا جالبه میبینیم که نشون میده که تمام این گیتی تا هم در پیوند هست، اون یگانگی، اون همبستگی تمام اجزای گیتی و هستی در کل. حتی جسارهای مینوی رو هم اینجا ما میدونیم تو نگاه ایرانی همه رو با هم در پیوند. بنابراین میگه خودتو که و هنگامی که میخوای پروردگارت رو بشناسی خیلی خوب باید خودت رو بشناسی، هرچی بیشتر بشناسی شناخت بهتری از توانایی های اون درک میکنی و با ژرف شدن میبینی که خیلی از چیزهایی که در گیتی هست در وجود خودت هم مختصرش هست. در جای دیگه بخشی از دین کرد هست جلد یک، میگه که تا کسی از بن جان در کار دین اندیشه نکند، اگر باور به دین را بسی بر زبان راند یا در کردار بسی خود را باورمند و مایاند، هیچگاه به جرفای دین نرسد. میگه که تا زمانی که یک کس یا آدم در جسارهای حالا دینی، وجدانی، اخلاقی کاملا نیندیشه، دینی که سخن میشه سخن جهانبینی مزده یسنا و آیین مزده یسنا زرتشتی است، اشتباه نگیریم با دین های دیگه. اینجا میگه توی این نگاه ایرانی میگه باید کاملا جرف حتی این جستارها رو هم بهش بپردازی، بیاندیشیم تا با یک شناخت یک باور دینی رو پی بگیریم. و اگر که با یک شناخت و اندیشه خوب نسبت به یک باور پیش نری، اون به اون ژرفایی که باید اون دین رو هم درک نکرد. و در ادامش جای مخالفش رو هم میگه و میگه که اگه تو زبانی و میگه اگه با زبان توبه بکنی از یه اشتباهی که کردی، ولی این پشیمانی تو با ژرفای اندیشت همراه نباشه، یعنی به راستی درک نکرده باشی، از درون خودت نیندیشته باشی که چرا اصلا این کاری که حالا این سخنی که من گفتم یعنی کرداری که داشتم اشتباه بوده، و بیای همجور فقط روی حساب مثلا یک کاری یک باوری بخوای بیای بگی خب من پشیمانم از کار نادرستی که انجام دادم، اونقدر باز به ژرفا اون پشیمانی رو پیش نبری. بنابراین حتی هنگامی که ما ابراز پشیمانی میکنیم نسبت به یک خطایی که ازمون به عنوان یک مردمزاد یک آدم سر زده، باز هم اون پشیمانی باید همراه با این باشه که ما به خوبی درک کرده باشیم که این اشتباه ما چه آسیبهایی رو به جامعه میتونست بزن. میبینیم دوباره انگشت گذاشته بر جسار شناخت. در عهد اردشیر میگه که از قول اردشیر، شاهنشاه اردشیر پاپکان میگه هر کس اندازه و عرض خیش را بشناسد به بزرگی دست خواهد یافت. جایگاه خودمون رو، ارزش خودمون رو بشناسیم میگه به بزرگی میرسیم. اما اگه این شناخت و درک و کافی رو نسبت به ارزش های خودمون، نسبت به اون جایگاه و اندازه خودمون نداشته باشیم، راه به خطا میدیم. خب الان میبینیم توی روزگار امروز دانش هایی که خب امروزه در اختیارمون هست چقدر به جستار مثلا اعتماد به نفس انگشت میذاره که خودت رو باور داشته باشی نسبت به کاری که میخوای بکنی. به همین شکل این اعتماد به نفس یا این باور داشتن به خود، این هم نیازمند به یه شناخت هست و باید کوشش کنید خب خودتو بشناسی. و سخنی که در واقع اینجا اردشیر داره میگه، میگه که اون ارزش های وجودیتون رو، جایگاه خودتون رو بشناسی تا به دینگونه بتونید به بزرگی برسید. چرا که اگه حالا ارزشات رو نشناسی یا اون اعتماد به نفسی رو حالا نداشته باشی، در خود پرورش ندی و بیای نامتناسب به اون دست به یک کار کوچک بزنی، با همه که توانایی های بیشتری داشتی زندگیت رو اونجوری که باید به سوی نیکویی پیش نمی کن. وارونش هم هست، اگه تو اندازه خودت رو خوب ندونی
ندونی از مثلا آردن آدریان ندونه که از پس چه کاری برمیاد، همینجور بی محابا به آب بزنه و پس از یه مدت میبینه ای بابا من مثلا استعدادشو ندارم یا اونجوری که باید زمانش رو اصلا نمیتونم تو زندگیم برای این کار مهیا بکنم و در حد و توان من نیست، بعد باز من اونجا نمیکاره رهاش کنم. بنابراین باز این آگاه نبودن اندازه و ارزش خودمون باز میشه که در زندگی به اون حد بالایی که میتونیم برسیم دست نیابیم. در ادامه اردشیر پاپکان در جای دیگه میگه اینجا خیلی مهمه، یعنی باز به جستار شناخت در امور کشورداری میپرسه. میگه نیرومندی کشور با داشتن یک ارتش توانمند به دست میاد. ارتش نیازمند به مالیات هست. دریافت مالیات نیازمند به آبادانی است. دستیابی به آبادانی نیازمند به دادگری و نیکو رهبری است. کاملا جستار رو شناخته این شاهنشاه آریایی که برای که یک سرزمین نیرومند باشه پیش نیازهایی رو باید براش فراهم کرد. در واقع حالا ما اگه بخوایم از پایان این راهکار اردشیر پاپکان به آغاز بیایم، میگه که اگه دادگری و نیکویی رو در رهبری خودت داشته باشی، آبادانی رو در کشور گسترش میدی. آبادانی که گسترش پیدا بکنه، خب مالیات بهبود پیدا میکنه، مردم درآمدهای بهتری رو دارن، مالیات بهتری رو برای حفظ سرزمینشون و بهبود سرزمینشون میتونن بدن. هنگامی که مالیات بهبود پیدا میکنه، ارتش که وظیفه خیشکاری نگهداری از سرزمین رو داره میتونه خیلی بهتر توانمندتر باشه و هنگامی که ارتش سرزمین برای پداوند و نگهداری از اون مردم اون توانایی رو داره، سرزمین نیرومند خواهد. باز می‌بینیم به چه ژرفی مقوله شناخت رو بهش پرداخته پیرامون کشور داریم. در ادامه نگاهی می‌کنیم به اشو زرتشت. یه بخش رو میگم از گزیده های زادسفرم. حالا ممکنه این تلفظ های من اونقدر درست نباشه چون تخصص در زمینه زبانشناسی و این واژه های کهن ایرانی ندارم شور بختم. به یک مقوله میپردازه که باز به جسار شناخت انگشت میذاره و این بار داره درباره زرتشت گفتگو میکنه. دیگه حالا توی اون داستان ها یا گفتمان های که پیرامون زرتشت بوده در این گزیده زادسپرم میگه که شیوه پرسش کردن زرتشت اینجوری بوده که یک روز حالا زرتشت از اهورامزدا میپرسه توی جهان مادی نخستین برتری ها چیست؟ دومین برتری ها کدومه و سومی کدوم هست؟ اهورامزدا بهش پاسخ میده که نخستین برتری اندیشه نیکه، دومیش گفتار نیکه و سوم کردار نیکه. زرتشت در ادامه باز میپرسه که کدوم یکیش نیک هست، کدومش نیکتر هست و کدومش نیکترین هست. اونجا اورمزد اهورامزدا پاسخ میده که نامش هم شاسپندان نیکه، بیدار ایشان بهتر، فرمانبرداری ایشان از همه برتر است. حالا من بخوام خیلی کوتاه این بخش رو پاسخ اهورامزدا رو بگم، اون به زبان آوردن و یاد کردن از خب هم شاسپندان، اون پله های بهبود یافتن، بهتر شدن در زندگی آدمی، یاد و نام همشاسپندان رو در خاطر داشتن خب کار نیک، اما دیدار ایشان بهتره. به گمان منظورش اینه که خب اینکه بهتر بشناسی چیز و یکی یکی همشاسپندان رو بیشتر بشناسی این بهتر هست، اما بهترینش اینه که حالا که اون همشاسپندان رو شناختی به آنچه که دریافتی از آنها جامعه عمل هم بپوشانی و فرمانده از همشاسپندی که پیرامون راستی یا پیرامون مهر و دوستی گفتگو میکنه یا همشاسپندی که ما رو تشویق میکنه که عملکرد خودمون رو بهتر بکنیم همواره، وقتی که اینها رو شناختیم بعد باید خب اینها رو پیاده هم بکنیم توی زندگی. و همین گونه به مقوله شناخت اهمیت زیادی میداده که پرسشگر بوده برای دریافت یک شناخت خیلی بهتر و بهتر، چه از عالم مینو اینوی و چه از گیتی و دنیای مادی. اما جالبیش اینه که در نگاه ایرانی، در شیوه در نگرش ایرانی، از یکی از ویژگی هایی که انگرمینو یا اونینوی ویرانگر داره همینه که شناخت درستی نداره از چیزها.
باریک بینی، جرف نگری یا حالا دقت لازم رو نداره. شناخت، یه نمونه رو براتون میگم، این از دیکارد هفت هست. میگه که انگره مینوی نادان باز هم بران شد تا اشو زرتشت رو بکشه و نابودش کنه. از این رو انگره مینو دروغ و سیزنهان فریبنده و بوددیف را برای این کار به کار میگرد. حالا میاد دروغ و دقیقا این هم سیزنهان و بوددیف این ها حالا از ذره این ادبیات دقیقا حالا تلفاده میکنه. آنها یعنی اون نیروهای انگرامینیو به سوی زرتشت هجوم میبرند، میتازند که اونو نابود کنند. اونجا اشو زرتشت سرود اهونور را میخواند، اگه باز تلفظم درست باشه، با هنگامی که زرتشت اون بطی و غیره به گیجی دوچار میشن، گیج میشن و برمیگردن پیش گناهمینو یا همون انگرامینیو و به انگرامینیو میگن که تو پس نگرش هستی و با دلیل به چیزها نمینگری و آنچه که فرمان میدهی انجام شدنی نیست و ما برای کشتن زرتشت راهی نیافتیم. ببینید چقدر جالب، دقیقا اون نیروهای اهریمنی به انگرامینیو میگن که به صورت خیلی کوتاه، یا تو شناخت درستی نداری از چیزها، پس نگرش هستی، فرمان ها که میدی اصلا انجام شدنی نیستش، با دلیل به چیزها نگاه نمی کنی. همه اینها خب نبود یک شناخت کافی رو میتونه شامل بشه. بنابراین شناخت کافی از جزارهای مهم هست در نگاه ایرانی آریایی، ولی نبود یک شناخت کاملا وارون اون از چیزهای بسیار نکوهنده شده و نامناسب و حتی ویرانگر حساب میشه. جزار دیگه رو براتون میگم از اندرز پوریوتکیشان یا نخستین دینداران که اینجا باز به اهمیت شناخت انگشت میذاره. میگه دانشمندان و دانایان دین گفتند بایستی پاسخ چند پرسش را بداند. هر کسی باید پاسخ این چند پرسش را بداند. حالا پرسش ها چیه؟ کی هستم؟ خیشه که هستم، خیشاوندانم، از کجا آمدم، به کجا خواهم رفت؟ از کدامین پیوند هستم و چه خیشکاری برای گیتی دارم، چه مسئولیتی دارم توی گیتی و چه مسئولیتی دارم، چه خیشکاری دارم برای مینو، جهان مینوی. آیا از مینو آمدم یا اینکه در همین گیتی بودم؟ ببینید حتی داره به این میپردازه، جسارهای فلسفی رو میگه باید به شناخت ازشون برسیم. این رو اندیشمندان و دانایان دین گفتن که باید هر کسی بشینه جرف بشه، بیاندیشه با خودش، بگی که من اصلا خیشکاریم یا وظیفه مسئولیتم توی دنیا چیه، اصلا از کجا اومدم، برای چی اومدم، حالا آیا مینوی بودم یا از همین گیتی بودم، آیا از همکاران و خیشان اهورامزدا هستم یا که از همکاران و خیشان اهریمن، یعنی آیا سازنده هستم، با اورمزد همراه هستم، گیتی رو بناس شادی رو و آرامش و آبادانی رو در گیتی افزایش بدم یا نه من بیاندیشم و ببینم که خیر من اصلا میخوام در کنار اهریمن باشم، ویرانی به بار بیارم، درد و قصه و نیرنگ و دروغ رو در گیتی گسترش بدم. میگه باید خودتو بشناسی، باید هر کسی خودش بپرسه که خیشان من کیه، خیشی که من دارم آیا با دیوان هست، با دیوها و چیزهایی که ویرانگره، یا که خیشی که دارم با یزدان هست، آیا خیشاوند آدم های نیکوکار و نیک میخوام باشم یا خیشاوند بدکاران، میخوام دمخور کیها باشم، با کیها پیوند برقرار کنم، آیا از شمار مردم هستم یا دیوم، یا آیا خب مردم رو دورش، آدم های نیکوکار دیو هم خب کسایی که در زندگی به راه انگرامندو میرن و ویرانی و درد رو گسترش میدن، دروغ رو، نیرنگ رو، فریب رو، پیمان شکنی رو، اینا رو میگه دین. میگه بدونه که دینش چیه، چه راهی رو میخواد بر بگزینه. اینا همه پرسشاییه که میگه اندیشمندان این گفتن که اینا رو هر کسی باید خودش بپرسه از خودش و به یه پاسخی برای خودش برسه. چه چیزهای مایه سودم میشه، چه چیزهایی به من زیان میرسونه، دوست و دشمن کیه و ادامه داره این بوله شناخت. همچنان که به خوبی میدونید جهانبینی ایرانی، نگاه آریایی ایرانی به شناخت بسیار اهمیت میده
و تعصب کورکورانه رو نمیپسنده. خب در خیلی از جهانبینی ها یا مذهب های دیگه کاملا وارون این رو میدونیم هست که میگه اصلا دنبال شناخت نباش، شک نکن، فقط یه چیزی که بهت گفته شده دنبالش برو، در واقع متعصبانه با باورهای کورکورانه دنبالش برو. اما تو جامعه ایرانی اصلا این چنین نیست، کاملا وارونونه، میگه کاملا یه چیز رو بشناس، حتی اگه پیرامون گزینش و برگزیدن یک دین هست اون رو هم باید از روی شناخت برگزینی، نه به خاطر تعصب و باور کورکورانه. در ادامه بخش دیگر در دینکرد 3 هست جلد 1 که باز به مقوله شناخت انگشت میذاره. میگه راهی که مردمزاد یا آدم، خب مردمزاد واژه ایرانی است، میگه راهی که مردمزاد از راه دانش و راه گروش میتواند به ایزد نزدیک تر گردد، نزدیک شدن به یزدان از راه شناخت به یزدان به دست میآید و شناخت در یزدان از راه دانش و گرمش. حالا به کوتاهی این رو داره میگه که بخوای به پروردگار نزدیک بشی باید اون رو بشناسی، از راه شناخت میتونی بهش نزدیک بشی، نه با ورد خواندن، نه با نمیدونم کورکورانه یه چیزی رو باور داشتن. و برای که اون پروردگار رو بشناسی، یعنی اون شناخته بخواد برات حاصل بشه، راهش دانش اندوزی و گروش هست. حالا نمیدونم واژه گروش رو شم باید برگردانش رو بگم، اما به زبان ساده میخوای نزدیک بشی به پروردگار، یار اون باشی، باید اون رو بشناسی و این شناخت بدون دانش و گروش حاصل نمیشه. در پایان یک جستار دیگر رو هم بگم که این تو دینکرد 3 باز جلد 2 هست. میدونیم که مجموعه دینکرد در واقع دانشنامه مزدیسنا هست، اینها مزدهای بسیار فلسفی و ادبی و سودمندیست که به دانشنامه مزدیسنا یا همون دین زرتشتی آیین مزداپرستی پرداخته. به هر روی تو دینکرد 3 جلد 2 میگه که شناخت یعنی نیک سود و زیان چیزها را شناختن. در واقع هر جستاری رو به نیکی سودش رو زیانش رو درک کنیم. خب اینجا ما پرداختیم، انگشت گذاشتیم به شماری از بنمایه های ایرانی که به همون نشون میده چقدر مهم هست به دست آوردن شناخت درباره هر آنچه که میخوایم بهش بپردازیم. حالا چون این آموزش ها پیرامون شیوه مدیریت اصیل ایرانی است، حالا اینها رو مقوله شناخت رو ما میکوشیم که به جستارهای مدیریتی پیوندش بدیم، ببینیم که شناخت و نبود شناخت چه سود و زیانهایی رو میتونه به یک تن برسونه در راه راهبری مدیریت کردن کارها و حتی زندگی شخصی خودش. دانشجویان گرامی، برای نشست آینده تمرینی که دارید که شایسته است انجام بدید اینه که خوب ژرف بشید، 2 تا 3 تا هرچه که بیشتر بهتر نمونه هایی رو بیان بکنید که در اون نبود شناخت کافی نسبت به یک جستار، حالا نبود شناخت کافی نسبت به یک تن به یک شخص یا نسبت به یک کار باعث بشه که یه سری پروژه های مدیریتی آسیب ببینه. و بعد بیان این 3 تا نمونه ای که گردآوری کردیم رو در میون بذاریم با هم. برای نمونه خیلی ساده، مثلا یکی از نمونه هایی که من خودم شاهدش بودم این بود که خب یک کار عمرانی میخواستن انجام بدن در یکی از شهرهای ایران، اما شناخت کافی نسبت به کار نداشتن که اصلا میخوان چیکار بکنن، چجوری میخوان برنامه‌ریزی بکنن و اومدن یه پروژه رو پیش بردن و یک مثلا بخشی از راه رو چند سال به درازا کشید که مثلا یک پلی ساخته بودن، بعد همه مردم مونده بودن که آخه این پل چه مشکلی رو داره حل میکنه که شما اینجا ساختید. حالا بله در اصل قضیه این هست که با اون مدیریت نابسامان و
و در واقع سودجویی که میان کسانی که سررشته امور رو در دست دارن فقط برای نفعای خودشون یه سری پروژه رو پیش میکشن، اون وسط یه دلالی و پول کمیسیونی هم میگیرن و مثلا میان یه پولی میزن بعد میگه خب این پول چه کارایی داشته اصلا. خب ولی خب حالا اگه فرض رو بر این بذاریم که این آقایون مدیران عمران بحثشون سودجویی نبوده و یک همچین پروژه رو پیش کشیدن، میتونیم دست کم این رو ببینیم که اینا یه شناخت خوب و کافی نسبت به این پروژه که میخوان راه‌اندازی کنن اصلا نداشتن، اصلا نمیدونستن برای چی هست، یا اگرم میدونستن یه شناخت ژرفی نداشتن که یه چیزی رو آوردن ساختن، کلی هزینه چند سال به درازا کشیده، در نهایت گرهی که از کار مردم باز نکرد چه بسا که باعث دردسر هم شده بود. چون خب مثلا از بالای این پل ماشین ها میرفتن میومدن و خونه هایی که کاملا نزدیک اون پل بودن اون امنیتشون به خطر افتاده بود. حالا منظور این که اون آرامش درون خونه شون نداشتن، چون تمام ماشین ها از رو پل که رد میشدن خونه هایی که نزدیک اونجا بودن اصلا همه تو خونه ها دیده میشد، این تفریات ناچار بودن حتما شبا همیشه پرده هاشون کشیده باشه اگه دوست نداشته باشن تو خونه شون کسی ببینه. حالا این مثلا یه نمونه بود از اینکه نبود شناخت چجوری یه پروژه‌ای رو میتونه آسیب بزنه. خواهش میکنم از دوستان گرامی برای نشست آینده سه نمونه پیرامون این عدم شناخت و نبودنش و آسیب‌هایی که به یه کار گروهی و به یه پروژه میزنه رو یادآوری کنید که اینجا با هم در میون بذاریم. جسار دوم رو هم در همین نشست بهش میپردازیم. جسار دوم از این مجموعه آموزه دوم که میپردازه به آموزش کار گروهی، جسار آماج یا هدف هست که هدف داشتن چقدر نقش اساسی رو میتونه ایجاد بکنه در پیشبرد یک کار و نبودش چه آسیب هایی میتونه بزن. ببینیم اگه که بخوایم هر کار کوچیکی رو حتی دو سه نفری بخوایم انجام بدیم، اون کار ساده ای هم باشه، اما آماج یا هدف هایی که بناست پیگیری بشه و بناست بهش برسیم مشخص نباشه برای اون کسانی که میخوان این کار رو انجام بدن، این کار به مشکل های زیادی میکنه. هر پروژه باشه، حالا هرچی این پروژه بزرگتر و دشوارتر باشه، این آشنا نبودن همکاران که دارن یک کار گروهی رو انجام میدن با آماج یا اهداف باعث میشه که کار بیشتر آسیب‌های بزرگتر رو ببینه و احتمال دستیابی به نتیجه خیلی پایین‌تر میاد. حالا یه نگاهی بندازیم به جستار هدف تو جهانبینی ایرانی و تو بنمایه های ایرانی. یه بخش رو براتون میکنم از مقاله‌ای نوشته دکتر وحیدی به نام زرتشت فرزانه سده 21. در زندگی نامه اش زرتشت چنین آمده است که گشتاسپ شاه در دوره کیانیان پرسشی را برای زرتشت فرستاد و از او خواست تا آفریدگار را به او بشناساند. اش زرتشت به جای سخن گفتن دانه گندم را لای برگی بزرگ میپیچد و به عنوان پاسخ برای شاه میفرستد و برای شاه پیام میفرستد که پاسخ پرسش خود را درباره پروردگار از این دانه گندم بخواه، چرا که اگر این دانه را به خوبی شناختی آفریدگار را هم خواهی شناخت. اینجا چیزی که جالب هست اینه که میبینیم گشتاسپ شاه که خب یکی از شهریاران و حالا بگیم مدیران و راهبران ایرانی بوده، دنبال این هست که هدف زندگی رو پیدا کنه. اصلا بعد من اینجا اصلا زندگی چیست و یه همچین پرسشی رو با زرتشت در میان می‌گذاره. حالا اینجا بد نیست من یک پیرامون همین داستان یا همین حالا روایت از زبان اوشو که یه اندیشمند حالا
هندی هست، بودایی هست و جستارهای زیادی رو درباره زرتشت سخن میگه و توی نوشتارهاش هست. من یکی از نوشتارها رو به گمانم 9 سال 10 سال پیش خوندم، از زرتشت بود، از اوشو بود، پیرامون همین زرتشت. حالا اون جریان رو اینجوری بیان کرده بود که باز هم خالی از لطف نیست سخن اون رو هم بشنویم که داستان رو چجوری گفته بود. میگه که یه پادشاه خیلی فرهمندی بوده در ایران، این اوشو، این نویسنده هندی، این اندیشمند هندی داره داستان رو میگه. میگه یک پادشاه فرهمندی بوده در ایران، بسیار قدرتمند بوده و این از یکی از نبردها برمیگشته، بعد بهش گفتن که در این حوالی کسی زندگی میکنه به نام زرتشت که این میگه آدم فرزانه است، فیلسوف فرزانه است. و اونجا اون پادشاه ایرانی میگه که خب بذاریم بریم ببینیم این زرتشت رو، من یک پرسشی ازش دارم. میره پیش زرتشت و از زرتشت میپرسه، میگه که هدف از زندگی چیه؟ اصلا هنگامی که من بمیرم چی میشه؟ و من اصلا اینجا برای چیم؟ چه هدفی باید دنبال کنم؟ یه همچین پرسش هایی رو به دنبالشه. ببینیم باز دوباره نشون میده که حالا این راهبر ایرانی، اون پادشاه قدرتمند، دوست داره که هدف رو توی حالا زندگی پیدا بکنه. اصلا چرایی رو، چرا اینجا هستم، هم شناخت رو بیشتر بشه و هم اینکه خب این زندگی برای چی هست. اونجا اوشو میگه که زرتشت یک مشت گندم برمیداره و میده کف دست این پادشاه و لبخندی میزنه و این پاسخ زرتشت به شاه. شاه مشت گندم رو برمیداره و میره با ارتشش برمیگرده و میگه من چه کار اشتباهی کردم، اصلا رفتم از زرتشت پرسیدم، این همه زمانم رو گذاشتم، این پاسخ که به من نداد، یه مشت گندم رو ریخته کف دست من. و خلاصه گندم ها رو میگه بذارن توی جام طلایی که بوده توی کاخ و میگه اونجا بذارید باشه، این زرتشت پرسش من رو درباره زندگی پاسخ نداد. بعد دوباره هم گویا همچین کار رو میکنه، باز میپرسه از زرتشت، باز هم زرتشت همین کار رو تکرار میکنه. این بار پادشاه رنجیده خاطر میشه و به سردارانش میگه که برین از هندوستان، اونجا یه نفر آدم فرزانه، یک گورو یا یک گورو هم، حالا کسایی که مستر هستند یا در واقع فرزانه هایی هستند در اونجا، برای من بیارین که من پاسخم بگیرم که اصلا هدف از زندگی چیه، زندگی من پس از مرگم میخواد چی بشه، این همه کاری که میکنم برای چی و چنین و چنان. سرداران این پادشاه ایرانی میرن هند، یک گروهی رو، یک اندیشمند هندی رو برمیدارن میارن که پاسخ پادشاه رو بده. اندیشمند هنگامی که پادشاه ایرانی رو به پیشگاه پادشاه ایرانی میره، میگه که من نخست دوست دارم ببینم زرتشت به شما چی گفته پیرامون این پرسشتون، چون من که در هند هستم میدونم که شما زرتشت دارین که ایشون خیلی دانا و فرزانه و خردمند هست. بعد شاه میگه نه زیاد نگران نباش، چون چیز خاصی نگفته، همین گندما رو فقط به من داده. بعد اون اندیشمند هندی میگه ببینم گندمایی که داده کو. بعد گندما رو تو اون جامه میاره نشون میدن به این اندیشمند هندی و اندیشمنده میخنده، میگه حالا خوشحالم که من اومدم به دیدار پادشاه، چرا که اشتباه نکرده بودم. اونجا به پادشاه میگه که راستش رو بخواید یکی از دلایلی که من حاضر شدم به این سفر بیام و دیدار شما بیام و پرسشتون رو پاسخ بدم، یکی از مهمترین دلایلش این بود که بتونم با اومدن به ایران برم یه دیداری هم با زرتشت داشته باشم، چون خیلی ازش نیکی شنیده بودم، به آدم خردمندی است و الان احساس پشیمانی نمی‌کنم، راه به این درازی رو اومدم، به راستی چه آدم خردمندی رو می‌خوام برم ببینم. پادشاه اینجا جا میخوره، میگه مگه تو چی میفهمی از این مشت گندمی که زرتشت به من داده که تو حالا انقدر مجذوبش شدی بیشتر؟ اونجا اندیشمند هندی میگه که زرتشت کاملا پاسخ تو رو داده درباره زندگی، در مورد هدف، در مورد اینکه چه بر سرت میاد، چی هست، اصلا این زندگی برای چیه، ولی تو درک نکردی پاسخ رو. اون این گندم ها رو که داده تو آوردی ریختی توی این جام طلا. نه،
این گندم ها رو بردار به پاش روی زمین و میبینی ازشون حالا گندم یا دونه ها دونه بوده احتمالا دونه یک گیاهی چیزی یادم نیست دقیقا داستان چی میگه، بریزشون روی زمین و میبینی اینها درخت هایی میشه که از اینها یا میوه خوب میرویه که به سود آدمیان و مردمان هست و هر کی میخوره لذت میبره این کارت رو میستایه، یا هم که یک میوه بد و سمی در میاد که هر کی میخوره و روی آهش در میاد و میگه چه آدم بدی این میوه های کاشته، و میگه زرتشت به تو این رو پاسخ داده درباره زندگی که ببین تو مثل همین دونه هایی، اگر که نیکی بکاری، اگه کارهای نیک بکنی، از پس از اینکه حالا تو میخوای بدونی که هدف زندگی چیست در پس از درگذشت چه میشه و چنین و چنان، تو همچون این دونه ها به بار می نشینی، اگر کارهای خوبی کرده باشی مردمان از تو شادمانن و کسایی هم که به جای تو ماندن یاد تو رو گرامی می دارن، مردم یاد تو رو گرامی می دارن و اونها رو هم دوست دارن. اما اگه تو آدم بیدادگر و بدکاری بودی، پس از درگذشت هم میوه و حاصل بدی رو به بار آوردی توی جامعه حالا آدمیان. دوباره باز می‌بینیم که سخن از این، همچنان گفتم این داستانی بود که این اوشو اندیشمند هندی پیرامون زرتشت میگه. ببینید چقدر براسی این جستار هدف، این که اصلا آماج زندگی چیه، هدف ما چیست، هدف خودم چیست، اینها چه جایگاهی رو داشته. یه بخشی رو براتون میخونم از نسک اخلاق ایران باستان نوشته دینشاه ایرانی، بخشایی از اندرز انوشیروان دادگر. میگه این نیز گفتند که هر کس باید فکر کرده بداند که از کجا آمدم و در اینجا برای چه هستم، هدف اصلا چیه که اینجا، باز به کجا خواهم رفت و چه وظیفه‌ای به عهده من هست. ببینید دقیقا شناخت خودش و شناخت هدفهایی که براش هست از در زندگیش. من چنین میدانم، حالا پاسخ خود انوشیروان دادگر میده به این پرسش ها پیرامون خودش، میگه که من چنین میدانم که از نزد اورمزد خدای آمدم، از نزد اهورامزدان. حالا هدف از آمدنم اینه که برای برانداختن زشتی و دروغ به جهان رسیدم، همکار خدام و اومدم اینجا. هدفی که از آمدن من بوده اینه که کوشش کنم زشتی و دروغ رو از جهان بزدایم، پس بزنم در حدی که خودش میتونه، و باز به محل اصلی خیش نزد اهورامزدا بازگشت خواهم نمود و او از من اشرویی و راستی و کوشش و دانایی میخواهد. هدف از حالا اومدن انوشیروان دادگر به اندیشه انوشیروان این بوده که من دروغ و زشتی رو پس بزنم در گیتی، و چیزی هم که اهورامزدا از من میخواد اینه که اشرویی کنم، نیکوکاری و راستی رو گسترش بدم، کوشش کنم، و از من میخواد که دانا باشم. اهورامزدا از انوشیروان دادگر که یکی از مدیران و راهبران بسیار نیک ایرانی است، این رو میخواد که کوشا باشه و دانایی پیشه کنه و راستی و اشرایی رو بگسترانه. این نیز پیرامون جایگاه مهم هدف و آماج بود در نگاه ایرانی، و حالا دوباره از دانشجویان گرامی خواسته میشه که برای نشست آینده سه تا نمونه رو بیان کنن، حالا چه نمونه پیرامون زندگی روزمره، چه نمونه پیرامون کارهای مدیریتی، یا مخلوطی از هر کدام، که در اون به این بپردازن که هدف نداشتن و دنبال آماج مشخصی نبودن چه آسیب هایی به یک کار گروهی میتونه بزنه. خب این بخش آموزشی رو پیرامون شناخت و آماج، داشتن آماج و هدف در
شیوه مدیریت اصیل ایرانی تا اینجا با هم پیش بردیم. اینجا نشست رو به پایان میرسونیم و در نشست آینده به ادامه کار میپردازیم. براتون آرزوی سربلندی دارم. شاد باشید و نیکوکار. تا درود دیگه، بدرود.